نرخ جدید آرد در روزهای گذشته طبق درخواست وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزایش یافت. نتیجه تغییر این بود که نرخ آرد 18% سبوسگیری شده به ازای هر کیلو 15700 تومان، آرد 21% سبوسگیری شده 16000 تومان و آرد 27% سبوسگیری شده 16900 تومان تعیین شد. به دنبال این تغییرات اعلام شد که قیمت مواد غذایی وابسته به آرد از جمله ماکارونی و نانهای فانتزی هم افزایش پیدا می کنند. آرد واحدهای نان فانتزی از هر کیسه 67000 تومان به 630000 تومان افزایش پیدا کرده که به دنبال آن قیمت محصول نهایی هم افزایش می‌یابد. اما قیمت نهایی نانهای فانتزی هنوز مشخص نیست. در این میان یکی از پربحث‌ترین موضوعات مربوط به کارت نان بود که هنوز تایید و تکذیب‌های زیادی درباره آن مطرح می‌شود. سال گذشته مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داده بود که دولت تصمیم دارد کارت نان به شهروندان اختصاص دهد، اما وزارت کشور امروز اعلام کرد که رسانه‌های معاند از روز گذشته با انتشار تصاویر کارت جعلی یارانه نان به دنبال تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی نسبت به عرضه نان در داخل کشورند. با وجود اینکه وزارت کشور میگوید خبر صدور کارت نان کذب است، 17 فروردین استاندار زنجان از صدور کارت نان در این استان خبر داده و گفته است که طی 2 ماه آینده طرح ارائه نان با کارت یارانه در زنجان و چند استان دیگر به صورت آزمایشی در کشور اجرا می شود. از طرف دیگر محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره توزیع نان با کارت بانکی مخصوص گفته است که این طرح قرار است به صورت آزمایشی در زنجان و احتمالاً از اول خرداد اجرا شود و سهمیه هر فرد نیز در روز 250 گرم نان است. طبق گفته‌های وی دلیل این تصمیم مقابله با قاچاق و حجم گسترده تخلف در حوزه توزیع آرد است و حالا قرار است یارانه نان که قبلاً به گندم تعلق می‌گرفت مستقیم به نانوایان پرداخت شود. البته این تنها اظهار نظر مقامات رسمی درباره کارت نان نیست. احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 15 اردیبهشت درباره این موضوع گفت که در خصوص بحث کارت نان هم صحبت‌های غیر رسمی شنیده می‌شود، اما آنچه من در جریانش قرار دارم این است که برنامه‌ای طراحی شده که در صورت حذف کامل ارز ترجیحی گندم و آرد که قطعاً منجر به افزایش قیمت نان می‌شود، ما به تفاوت قیمت فعلی و قیمت جدید افزایش یافته از طریق کارت جبران می‌شود. تا امروز تنها مدیر کل آینده پژوهی وزارت اقتصاد درباره یارانه نان توضیحاتی مطرح کرده است. طبق گفته های ابراهیم سیامی برای هر کد ملی یارانه نان ثبت می شود و با هر کارت بانکی امکان خرید نان وجود دارد. در این روش مردم هنگام خرید نان به همان قیمت قبلی پول پرداخت می کنند و مبه تفاوت آن را دولت پرداخت می کند. یکی از دلایلی که در کنار حذف ارز ترجیحی برای افزایش قیمت آرد مطرح می شود قاچاق گسترده آن است. این دلیل در شرایطی مطرح می شود که آمارهای رسمی که تا کنون مطرح شده خبر از قاچاق سالیانه 250 هزار تن آرد می دهند، در حالی که میزان مصرف سالیانه گندم در کشور حدود 12 میلیون تن برآورد می شود. حذف ارز ترجیحی تصمیم دولت برای آغاز جراحی اقتصادی در کشور بود که از همان ابتدا بسیاری از کارشناسان درباره عواقب آن هشدار داده بودند.